میخوام به شما 7 تا کاری رو معرفی بکنم که اگه انجامشون بدید عکاسی خیابونی شما رو خراب میکنه. سلام شما هنردوستای عزیز، من محمد رضا صادقی هستم و اسم هنریم رضا ساده و شما الان دارید به یکی دیگه از فیلم‌های آموزشی من نگاه میکنید. توی این فیلم میخوام با هم در مورد این صحبت بکنیم که توی عکاسی خیابونی 7 تا کار وجود داره که اگه اونها رو انجام بدید قطعاً عکاسی خیابونی شما رو خراب میکنه و عکس‌های کسل کننده ای رو به بار میاره. خب دیگه مقدمه رو ادامه نمیدم، بریم سراغ اصل موضوع. نکته اول اینه که تو عکسای شما نکته جذابی وجود نداشته باشه. ببینید عکاسی خیابونی رو ماها به چی میشناسیم؟ به اینکه یک اتفاق خاص توی خیابون توی محیط اجتماع داره میفته و ما یه عکاس میریم از اون عکاسی میکنیم. حالا فکر بکنید همون عنصر خاص بودن، همون عنصر جذاب بودن از عکس ما حذف بشه، خب چه اتفاقی میفته؟ عکاسی خیابونی ما یک عکاسی کاملا کسل کننده میشه. نکته فوق العاده مهم اینه که ما باید به عنوان یک عکاس خیابونی قبل از اینکه دوربینمون رو در بیاریم سوژه رو پیدا بکنیم. خیلی از عکاسا اشتباهاً اینطوری تصور میکنن که خب حالا دوربین رو در میاریم ان شاءالله خودش سوژه جور میشه و بعدش عکسو میگیریم. این کاملا اشتباهه، دقیقاً برعکسش باید اتفاق بیفته. یعنی شما اول باید سوژه رو ببینید، پیدا بکنید و بعد از اون بلافاصله دوربینتون یا گوشیتون رو در بیارید و عکس بگیرید. پس این از نکته اول. عادت دومی که عکسای خیابونی ما رو خراب میکنه عکاسی از فاصله بسیار دور هست. اینو هیچ وقت فراموش نکنید که توی عکاسی خیابونی ما یک سوژه رو میخوایم برجسته بکنیم از طریق جدا کردنش از پس زمینه. البته این همیشگی نیست، اما گاهن این اتفاق میفته. یعنی ما باید سوژه‌مون رو از بک‌گراندش جدا بکنیم. حالا این به طرق مختلفی اتفاق میفته، یا با افکت بوکه هست یا با عوض کردن پرسپکتیو، به طوری که ما یک بک‌گراند خاصی داشته باشیم، مثلا بک‌گراند کاملا ساده باشه در برابر سوژمون. روش‌های مختلفی داره که سوژه از بک‌گراند جدا بشه، اما وقتی که ما از سوژمون تو فاصله خیلی دور عکس می‌گیریم در واقع داریم سوژه رو می‌چسبونیم به بک‌گراند. برابر این هیچ راهی وجود نداره که بخوایم سوژه رو از بک‌گراند جدا بکنیم و این عکس رو کاملا خراب می‌کنه. اگه بخوام توی یه جمله بهتون بگم، عکاسی خیابونی یعنی برجسته کردن یک اتفاق خاص توی خیابون. بنابراین این نکته رو هم حتما حواستون بهش باشه که تا میتونید به سوژه‌تون در صورت امکان نزدیک بشید. عادت سومی که عکسای خیابونی شما رو خراب میکنه عکاسی از افراد فقیر و نمایش‌های خیابونیه. میدونم که این رو میدونید، بیشتر عکسای خیابونی در واقع همین چیزی هست که من دارم میگم انجام ندید. خیلی تو اینترنت دیدید، توی شبکه‌های اجتماعی خیلی دیدید که کسایی که عکس خیابونی میگیرن یکی از محبوب‌ترین سوژه‌هاشون کسایی هست که حالا فقیر هستن و متاسفانه دارن توی مثلا سد لاشخال دنبال غذا میگردن، یا مثلا یکی از سوژه های خیلی محبوبی که برای عکاسای خیابونی وجود داره این هنرمندایی هستن که کنار خیابون دارن با ساز یک آهنگی رو میزنن. ببینید من خودم به هیچ وجه توصیه نمی کنم این مدل عکس ها رو بگیریم به دو دلیل. دلیل اول اینه که فوق العاده تکراریه و من بهتون قول میدم هیچ کس به عکس شما توجه نخواهد کرد، چون که ما توی سوشال مدیا هر روز داریم از این عکس ها میبینیم و به شخص توجه من رو که هیچ وقت جلب نمی‌کنه. و دلیل دوم اینه که ممکنه باعث شرمندگی این افراد بشین. ببینید یک کسی که فقیره و حالا متاسفانه داره توی صد لاشخال دنبال غذا می‌گرده، این آدم به هیچ وجه علاقه‌ای به این کاری که داره انجام میده نداره، از سر ناچاری داره این کارو می‌کنه و شاید اقوامش، دوستانش، خانواده‌اش حتی ندونن که داره این کارو می‌کنه. برای شما وقتی میان این عکس رو می‌گیرید نظرش و پخش می‌کنید، در واقع به بی‌آبرو شدن این آدم دارید کمک می‌کنید. یا حتی از هنرمندا و کسایی که دارن کنار خیابون ساز میزنن هم همینطور هست. من فکر نمی‌کنم کسی واقعاً علاقش این باشه که بیاد کنار خیابون ساز بزنه و مردم یه پولی بهش بدن. قطعاً از سر نیاز مالی هست و وقتی شما عکس میگیرید از این افراد ممکنه از دوستانش، بستگانش، خانواده‌اش حتی ببینن این عکس رو و موجب سرفکندگی اون شخص بشه. خود من شخصاً دلم نمی‌خواد کسی باشم که باعث این اتفاق میشه. بنابراین به شما هم توصیه می‌کنم ترجیحاً این کار رو انجام ندید.
پس این هم از نکته سوم. عادت چهارمی که عکسای خیابونی ما رو خراب میکنه زیاده روی کردن توی افکت بوک است. خیلی سریع تو پرانتز اینو بگم که من قبول دارم افکت بوک یک افکت فوق العاده قشنگ هست. این رو بهتون شاید بارها گفته باشم که خود من بعد از دیدن افکت بوک و عکسایی با افکت بوک بود که عاشق عکاسی شدم و رفتم پیگیر شدم. پس به عنوان یک همچین شخصی دارم میگم که همیشه هم افکت بوک نیاز نیست. حتما سعی کنید مقاله عکاسی بوکه من رو بخونید توی سایتم. این رو به جرئت میگم که کامل ترین مقاله وب فارسی در مورد عکاسی بوکه رو من نوشتم، میتونید توی سایتم بخونید. و اما برمیگردیم به عکاسی خیابونی. ببینید، زیاده روی کردن توی بوکه عکاسی خیابونی شما رو خراب میکنه، چون که ما گاهن نیازه که توی عکسای خیابونی خودمون عمق زیادی از سوژه ها رو نشون بدیم و به این نیاز داریم که کل صحنه ای که داریم عکاسی میکنیم شارپ باشه. مثلا یک ازدحام زیادی توی خیابون هست و میخوایم کل این صحنه شارپ باشه، بنابراین اینجا به هیچ وجه افکت بوکه به ما کمک نمیکنه. یک ترفندی بهتون یاد میدم، البته ترفند نیست، نکته کاملا بدیهیه، ولی وقتی که خواستید عکاسی خیابونی بکنید و فکر افکت بوکه به سرتون زد، دو تا سوال از خودتون بپرسید. سوال اول اینه که هدف من از گرفتن این عکس چیه؟ یعنی چه چیزی رو میخوام به تصویر بکشم؟ و سوال دوم اینه که آیا افکت بوکه من رو به هدفم نزدیکتر میکنه یا نه؟ اگه جوابتون مثبت، از افکت بوکه استفاده کنید. اگرم نه که نه، چون عکس شما رو خراب میکنه. عادت پنجمی که عکس‌های خیابونی ما رو خراب میکنه اینه که توی عکس‌های ما مردم کار خاصی انجام نمیدن. توی نکته اول گفتم که هدف اصلی ما از عکاسی خیابونی اینه که یک اتفاق خاص رو برجسته بکنیم. خب عموما این اتفاق خاص کارهای مردم هست، رفتار مردم، از زندگی مردم هست که باید خاص باشه. حالا فرض کنید همین مردمی که می‌خوایم ازشون عکاسی خیابونی انجام بدیم توی عکسش کاری انجام نمیدن. بنابراین چه جذابیتی وجود داره که یک مخاطب بخواد به عکس شما توجه بکنه؟ خود من شخصا به هیچ وجه به این عکس‌ها توجه نمی‌کنم. براتون مثال می‌زنم. ببینید توی خیابون مردم عموما چه کارهایی انجام میدن؟ یا رانندگی میکنن، یا راه میرن، یا روزنامه میخونن، یا مجله میخونن، یا با موبایلشون دارن صحبت میکنن، یا با موبایلشون کار دارن میکنن. یکی از همین کارهایی هست که ما میلیون ها بار داریم توی خیابون میبینیم هر روز. بنابراین عکاسی کردن از همچین چیزهایی به هیچ وجه جذابیت نداره. بنابراین انجامش ندید، چون عکس شما رو قطعا خراب و کسل کننده میکنه. عادت ششمی که عکسای خیابونی ما رو خراب میکنه اینه که ترکیب بندی درست و حسابی نداره عکسای ما. ببینید، چیزی که من دیدم از خیلی از عکسای خیابونی اینطوری به نظر میرسه که انگار عکاس دوربین یا گوشیشو درآورده بدون هیچ فکر یک عکسی گرفته و دوباره دوربین یا گوشیشو گذاشته سر جاش. یعنی شما وقتی عکس رو نگاه میکنید پیش خودتون میگید آیا این شخص اصلا از ترکیب بندی چیزی میدونه؟ حالا خیلی جالبه، عکاسای خیابونی یک سبکی رو ابداع کردن به اسم اسپری اند پری. این سبک جوریه که هیچ ترکیب بندی خاصی نداره عکس و عکس کاملا هول کی گرفته شده و خب خیلی هم انجامش میدن. اما خب من خودم شخصا بهش عنوان علاقه ای ندارم به این سبک و به نظر من عدم تسلط عکاس به قوانین ترکیب بندی رو داره میسونه. البته من اینو درک میکنم که بعضی از شرایط و بعضی از صحنه ها جوری هست که شما یه عکاس نمیتونی ترکیب بندی بکنی، مثلا عکاسی از حوادث، سیلی، زلزله ای، آتش سوزی ساختمونی، جنگی، حتی فرض کنید یک عکاس جنگ میخواد عکس بگیره، خب اون توی اون شرایط خیلی نمیتونه به قوانین ترکیب بندی فکر بکنه. این قابل قبول هست. اما اینکه توی هر شرایط عادی مثلا یک کسی داره با موبایلش حرف میزنه بخوایم از همین تکنیک اسپری اند پری استفاده بکنیم، این اصلا قشنگ نیست و آماتور بودن ما رو به عنوان یک عکاس میرسونه. و عادت هفتمی که میخوام در موردش صحبت بکنم زیاده روی در ادیت. حالا زیاده روی در ادیت نه فقط عکس های خیابونی شما رو، بلکه تمام عکس های شما رو خراب میکنه. یک چیزی ما داریم توی عکاسی به نام تله ادیت یا ادیتینگ تراپ. اینطوریه که شما یک عکس رو ادیت میکنید، بعد پیش خودتون میگید کمه، دوباره ادیت میکنید، ادیت سنگین تری انجام میدید و بازم میگید کمه، همجوری ادامه میدید تا اینکه آخر سر یک عکس کاملا اگزاجره داغون به شما میده که با عرض پوزش حال هر کسی رو به هم میزنه. من بارها خودم توی این تله ادیت افتادم و به عنوان کسی که تجربه این کار رو داره بهتون میگم که ادیت چیزیه که فقط وظیفش پوشوندن عیب‌های عکس و کمی بهتر کردن عکس ما هست. این فلسفه ادیت هست، این فلسفه ریتاشه. بنابراین به هیچ وجه زیاده روی نکنید توی ادیت، چون قطع به یقین عکس شما رو خراب میکنه.
خب تا اینجا 7 نکته که قرار بود بهتون بگم رو گفتم. یک نکته هم وجود داره که این رو هم میخوام بهتون مازاد بر نکات قبلی بگم و خیلی هم مهم هست. این نکته سیاه و سفید کردن عکس ها هست. ببینید وقتی که لاقل برای خود من اینطوریه، وقتی که اسم عکاسی خیابونی میاد، خود من تصویری که توی ذهنم نقش میبنده یک عکس سیاه و سفید هست از یک تابستون گرم، از یک راننده تاکسی که پشت فرمونش اینطوری نشسته در حال عرق ریختنه و یک همچین چیزی توی ذهن من نقش میبنده. دلیلش هم اینه که تا دلتون بخواد از این عکس‌ها دید، وقتی توی گوگل میزنید عکاسی خیابونی، تا دلتون بخواد از اینجور عکس‌ها وجود داره. خیلی ها فکر میکنن که عکاسی خیابونی رو باید سیاه و سفید انجام بدن. خب من این رو قبول ندارم. ببینید بذارید در مورد فلسفه سیاه و سفید کردن عکس‌ها با هم صحبت بکنیم. یک عکس رو ما زمانی سیاه و سفید می‌کنیم که واقعاً هیچ نیازی به وجود رنگ‌های عکس نباشه. کیا این اتفاق می‌افته؟ ببینید زمانی که ترکیب بندی عکس و مفهوم عکس به قدری قوی هست که رنگ‌ها یا مزاحم بیان اون مطلب هستن یا وجودشون نیازی نیست، ما عکس رو سیاه‌سفید میکنیم. من خیلی از عکس‌های خیابونی رو که میبینم به این نتیجه میرسم که به هیچ وجه سیاه‌سفید کردن عکس به صلاح نبوده. بنابراین اگه خواستید توی عکس‌های خودتون افکت سیاه‌سفید استفاده بکنید، حالا چه خیابونی چه غیر اون، به این فکر بکنید که آیا رنگ‌ها به بیان داستان شما کمک میکنه یا نه. اگه کمک میکرد به هیچ عنوان نباید عکس سیاه‌سفید بشه. اما اگه مطمئن بودید که رنگ‌ها کمکی نمیکنه و شاید هم حتی مزاحم بیان مفهوم عکس باشه، عکس رو سیاه‌سفید کنید. خب این بود فیلم 7 نکته در مورد عکاسی خیابونی که عکسای شما رو کسل میکنه. امیدوارم ازش استفاده کرده باشید و اگه با مطالب این فیلم عکسای خیابونی خوشگلی گرفتید و اون رو توی اینستاگرام گذاشتید، خیلی خوشحال میشم من رو توی عکساتون منشن بکنید تا بیام عکس رو ببینم. آدرس اکانت من @رضاساد هست. مرسی از توجهتون و خداحافظ. فکر میکنم 2-3 ماه پیش بود یه کسی قرار بود عکساشو برام بفرسته تو تلگرام که نقدش بکنم. هنوز من منتظرم، چیزی نفرستاده برام.